Elhamdülillahi vahda ve salatu ve selamu ala man la nebiye ba'da amma ba'du esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Sevol, hükmü zekati fitri kese ki ruzeyi mahi şerifi Ramazan ro nedoşte boşad. Cümhuri ahli ilm az cümle imamani çahar mazhab müteqid bar on estan ki zekati fitr be her musulmani vacib ast. حتی اگر روزه ماه شریف رمضان را نداشته باشد و کسی جز سعید ابن مسیب و حسن بصری با این حکم مخالفت نکردند و آن دو گفتند که زکات فطر جز بر کسی که روزه نداشته بود واجب نیست قول صحیح قول جمهور علما است زیرا از عموم حدیث ابن عمر رضی الله عنهما چنین گرفته می شود که در حدیث آمده است رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات فطر را به مرد و زن، کلانسال و خردسال، غلام و آزاد فرض قرار داده است و مقدار آن را یکسا خرما و یکسا جو تعیین فرمودند و دستور دادند تا پیش از نماز عید فطر داده شود و در حدیث دیگر آمده است که زکات بر کودک خرده که نمیتواند روزه بگیرد نیز لازم است و اما دلیل کسانی که میگویند برای غیر روزداران زکات فطر واجب نیست که ابن عباس رضی الله عنهما گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات فطر را به عنوان پاک کننده روزدار از سخنهای بیهوده و دشنام و به عنوان رزق و خوراکی برای مسکینان واجب کرده است و میگویند که در حدیث ذکر شده است که زکات فطر پاک کننده روزدار است و این دلالت دارد که زکات فطر جز بر کسی که روزه داشته بود واجب است. خلاصه حدیث آن است که زکات در مال کودک غیر بالغ نیز واجب است. حال آنکه او نیاز به پاکشوی از گناه ندارد چرا که حتی یک بدی و یا یک گناه برای او نوشته نشده است. سوال: آیا کسی که یک هفته پیش از عید زکات فطر داده باشد لازم است که آن را بار دوم بدهد؟ اهل علم درباره وقت اولی دادن زکات فطر چنین اقوال دارند. قول اول حد اکثر تا دو روز پیش از روز عید باشد و این مذهب امام مالک و امام احمد به این حدیث ابن عمر رضی الله عنهما دلیل آورده میگویند که ابن عمر زکات فطر را به کسانی که آن را قبول میکردند میداد و با آنان یک یا دو روز پیش از عید داده میشد و بعضی از مالکی ها و حنبلی ها تا سه روز پیش از عید را نیز جایز میدانند به دلیل روایتی که از امام مالک نقل شده است که گفت ابن عمر دو یا سه روز پیش از عید زکات فطر را برای کسی که نزد او بود می فرستاد. قول دوم انسان می تواند از اول ماه رمضان زکات فطر روزه خود را بدهد و این قول بعضی از مذهب احناف و اینچنین در نزد مذهب امام شافعی گفته می شود که زیرا سبب زکات فطر روزه و فطر است. هرگاه که از این دو سبب پیدا شد جایز است. در دادن زکات فطر یعنی سراسیمه شدن جایز است. کتاب بدائع صنایع. قول سوم انسان مسلمان می تواند فطر روزه خود را از سرشوی سال ادا کند و این قول بعضی از احناف و بعضی از مذهب شافعی و گفتند که آن به مثل زکات مال است که می تواند آن را هر وقت زودتر از موعدش پرداخت کند و قول صحیح آن است که این قول اول است که آن را پیش از نماز عید داده می شود و مقصد از آن به نیاز شدن فقیرها در وقت مخصوص پس درست نیست که پیش از آن وقت داده شود. خلاصه بهتر آن است که برای برآمدن از این اختلاف از باب احتیاط یک یا دو روز پیش از عید زکات فطر را داده شود. سوال: حکم دادن زکات فطر به پدر و مادر و یا فرزند خود. علمای اهل علم اهل سنت و جماعت اتفاق بر آنند که
دادن زکات فرض است از جمله زکات فطر به شخصانی که نفقه آنها بر عهده آنها باشد جایز نیست از جمله کسانی که نفقه آنها واجب است به مثل پدر و مادر فرزندان امام مالک میگویند که زکات مالد را به هیچ یک از نزدیکان ند که نفقه او برگردن تو است به آنها نده